آیدین تو خیلی حسودی. بابا چرا آدی چوبان حسودی میکنی؟ به خدا من حسودی نمیکنم. اومدی رو صفت گذاشتی که آقا مثلا حقش بود که دوم شه. نه به خدا من باسنش چه اشکالی داره؟ تو چرا گیر دادی به باسن آدی چوبان؟ نه آخه ببین این امتیاز داره دیگه توی پرورشان. آقا که آدی چوبان قهرمان ایران و دنیا است و هممون بهش افتخار میکنیم. من فقط یه سری نکات ریز و توی تکنیکال. آره یه سری نکات ریز که داور امتیاز داده بودن رو توی وضعی مجازی گذاشتم که انقدر مردم اومدن به فیگور هاست دیگه، هر فیگوری امتیاز خاصی داره، اینا باید نوتا داوری که اونجا نشستن جمع میکنن امتیازها رو در آخر. من فکر میکنم که حالا نگیم که هادی دوم بوده، ولی من فکر میکنم که با دریک واقعا برابر بوده، چیزی کم نداشته. حالا من فکر میکنم چیزایی که توی جلوش که خوب بود هادی. آره خب عضلات شکم و سینه و اینا من فکر می‌کنم اصلا فیگور جلو رو هادی برده بود. آره. ولی حالا بقیه فیگورا رو حالا مثل اینکه داورا من فکر می‌کنم بالاخره یه چیزایی هم در نظر گرفتن، اینکه بالاخره دریک توی امریکا زندگی می‌کنه. بله. چون پلن هم داشتن براش دیگه، اسپانسر و حالا بحث‌های تبلیغاتی و حمایش و چه می‌دونم روی این چیزا خیلی می‌تونن رو دریک حساب باز کنن تا هادی که برمیگرده ایران. آفرین. هادی واقعا یکی از بهترین های دنیاست و همه ما ایرانی ها بهش افتخار میکنیم و اینکه دمش گرم. من فکر میکنم مسابقه بعدی 2024 مسابقه بترکونی بشه بینه. خودش اصلا شوکه شد وقتی آره. دید که اول نشد. حس خب این همه زحمت و یک سال تو بالاخره داری تلاش میکنی، میدونی که خودت میدونی اولی. آره. ولی وقتی دوم میشی خب ما جای هادی نیستیم اون بالا ببینیم چه احساسیه. دومی تو مستر المپیا هم خیلی حرفا. آره ولی کسی که با قدرت میدونه اوله و از نفر دوم سرتره، فکر کنم مردم هم حسابی از خجالت در اومدن. از خجالت من رو درک. آره من به صفحه درک و من فکر کنم یعنی رامبو اینا نابودش کردم. آره که مثلا اصلا خود دریک هم گفته بود که لطفا وارد بحث‌های مثلا خانوادگی و اینا نشین، ما با هم رفیقیم. همون بودان چشم ما نمیشیم. باره بابا ما وارد همه چیز ایرانی ها غیور با غیرت تو همه صحنه حضور. دقیقا. ببین قصه دعواتون تو پشت صحنه قوی ترین مردان رو میخوام آقا مدن بار بگی. تو کیشی شده بود دعواتون سال 83؟ سال 83 که من دعوا نکرده بودم. خب چی پشت صحنه گذاشتی؟ من اصلا تو پشت صحنه چی اتفاقی افتاد؟ ببین اون شبی که دعوا شد توی کیش من رفته بودم اشغال. شب قبل مسابقه؟ داره دیگه، ما مثلا مثلا 5 بعد از مسابقه تمام میشد دیگه، تا مثلا آخر شب چیکار میکردیم؟ هم تو کیش دوری میزدیم، رستوراناشو میرفتیم و اینا. برگشتم هتل دیدم شیشه های هتل اومده پایین و من اصلا خبر نداشتم کی با کی دعوا شده بود. و فکر میکنم آره دیگه قطعا فاطمیا و مهراب فاطمی با دوستان عزیزمون که اونام قهرمان بودن قرایی، حالا سر آیتم و اینا با هم بحثشون شده بود که بحثشون بالا گرفت و دیگه من رسیدم هتل. آفرین. من رسیدم هتل دیگه این اتفاق افتاده بود و دعوا کی زد؟ من نبودم. بعدش که پرسیدی کی زده چی شده؟ آره ولی خب اونا هم خیلی گونده بودن، اینا هم خیلی گونده بودن. هر دو طرف الاخره هم دوستان عزیزمون برادر فاطمی هم دوستای عزیزمون برادر قره، هر دو خانواده هم از ورزشکارای فوق‌العاده هستن. بله. و قابل احترام هم. ولی خب بالاخره توی ورزش دیدی که توی فوتبال بس پیش میاد، توی کشتی پیش میاد، توی پرورشندان پیش میاد. بالاخره پیش اومده و حالا یه دعوایی صورت گرفت و سال 83 من فکر میکنم چند سالم بود؟ 19 سالم بود. آره. بود. آره بعد دیگه حل شد دیگه، خدا رو شکر حل شد. و فردا مسابقه داشتین؟ آره فردا بچه ها مسابقه دادن. و فردا چجوری همه اومدین سر مسابقه؟ همه تو قیافه؟ آشتی که نکردن اون شب؟ اون شب نه آشتی نکردن، یعنی من فکر میکنم مراسم آشتی کنون به تهران کشیده شد. به تهران کشیده شد و نه فکر که نمی کنی میدونی به تهران، آره، کشیده، به تهران شد. کشیده شد ولی آشتی کردم با هم دیگه بعد از یه مدتی. آره دیدم داشتی خسارت جسمی و اینا؟ نه نه خدا رو شکر نه، ولی شیشه های هتل اومد. آره دیگه پایین. آره اصلا وضعیت خوبی نبود، یعنی اتفاق قشنگی نبود توی ورزش دیگه. نمیخوای بگی جا؟ خب بگو با حال گذشت 20 سال ازش گذشته. آره 20 سال گذشته. ولی تو با مهراب فاطمی رفیق تری تا آقاین قرایی؟ من خب مهراب رو بیشتر میبینم. آره مهراب و حسین و اینا رو با هم ورزش میکنیم.
بیشتر میبینم با هم میرقصین اصلا. آره اصلا مهراب خیلی دوست داشتنیه، اصلا دعوایی نیست و ولی بالاخره این اتفاق افتاد دیگه و میگم 20 سال ازش میگذره. ولی مهراب و خودنگاه خدایش با هم رفیق‌تر بودن دیگه، لابی هم میکردن. قبول داریم ما که بچه بودیم میدیدیم میفهمیدیم یا با هم رفیق. یه چیزی هم بگم، این که مهراب و فرامرز خودنگاه با هم رفیق بودن، شریک هم بودن، یه باشگاهی هم مثل که من دیگه کار میکردم تو فاطمی بود. ولی ببین اصلا فرامرز من به نظر خودم اصلا نمیتونست لابی کنه، برای اینکه مردم 60 میلیون 70 میلیون آدم پای گیرنده ها این برنامه رو میدیدن، مردان و انینو. آره. یعنی کوچکترین لابی توش اگه صورت میگرفت مردم همه متوجه میشدن. ولی به یه سری آسون میگرفت، به یه سری سخت میگرفت. آره ببین من به نظرم برای ورزشکاری که حالا مثلا بالاخره اسم و رسمی داشتن، شاید یه سری آیتما رو شاید یه ذره ساده تر میگرفت، خیلی سخت که بیان بالاتر. آفرین. ولی هیچ وقت به نظرم فرامرز چیز نکرد، یعنی وجدانش قبول نکرد که ناداوری کنه. هم که میخندی همه فهمیدیم. ولی حالا من یه نکته بگم، یا آیتمی بود سال 83 کشیدن یه وزنه‌ای بود با تناب، این دستگاه قرقره خراب بود، یعنی همه بچه‌ها این وزنه رو کشیدن، من با این دستای قویم یه سانت هم نتونستم اینو تکون بدم، این قرقره خراب بود. یا خرابش کردن؟ نه خراب بود، اصلا قرقره وقتی میکشیدی یه اهرامی داشت باز میشد، وقتی ول میکردی بسته میشد جمع میکرد، اون اصلا از اولش گیر داشت دیگه. اصلا اینو نذاشتم ما دوباره ضبطش کنیم، گفتم تو زورت نرسیده. نه ما رو چهارم کردن، حسین فاطمی رو سوم کردن. خیلی ماشاءالله قوی بودی، با اینکه سنت هم خیلی کم بود. آره. حالا واقعا پشت صحنه چیا میزدین برای اینکه تو مسابقه قوی بیاین بالا؟ جونه من این استرول میزدین. ببین خب ببین این ورزش توی کل دنیا ورزش قوی تری، من دوپینگ آزاده. آها آزاده. آره آفرین. ولی اگر شما دوپینگ نکنی نمیتونی اصلا اون وزنه رو جابجا کنی. آره دوپینگ لازمی. یعنی مثلا پک میبردیم با خودتون؟ یه سری چیزایی میبردیم. مثلا چیا؟ پک آمپول میبردیم؟ ببین پک آمپول، یه سری داروهای انرژیزا، مثلا مکملامون رو میبردیم، چون ما دو هفته سر ضبط بودیم. بله. صبح میرفتیم آیتم میزدیم، مثلا تراش دوباره تکرار، مثلا روزی 3 تا آیتم میزدیم، روزی 4 تا آیتم میزدیم. بدن خالی میکرد دیگه، شما باید هم به لحاظ تغذیه تو شبام اشغال داشتی، بدن خالی خالی بود. رستوران میرفتی؟ رستوران میرفتی. ولی واقعا رستوران بودم. ولی یه چیزایی با خودم میبردیم، مثلا آمینو اسید میبردیم، مکملامون رو وی میبردیم، بعد حالا یه سری داروهایی که تستوسترون رو بر بالاتر میبردیم، چون باید مصرف میکردیم. کی بیشتر همه دوپینگ میکرد؟ مهراب. خیلی هیکلش هم خوب بود. ببین آره خب مهراب و امیر قرایی اصلا هیکل رضا 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 ببخشید. آره. خب ببین مهراب خب از من 10 سال بزرگتر، تجربه خیلی بیشتری داشت. بله. این ورزش مسابقه جهانی رفته بود و اینکه مثلا مردم که سال قبل که نگاه می‌کردن مردان و انینو، مثلا می‌گفتن این آیتم خیلی سنگینه، ولی همه می‌دونستن که مهراب میزنه اون آیتمو، یعنی همه از مهراب توقع باخت نداشتن. بعد مهراب واقعا آناتومی خیلی خوبی داره. بله. یعنی همه چیش اندازه است، یعنی واقعا یکی از ورزشکارایی که تمام فاکتورهای اصلی تو این ورزش رو داشت و رگ می‌گرفتین. آره و ده بعد... بزن. قهرمان هم میشد دیگه مهراب. آره دیگه اون. آره. با اون پگزی که میومد. آره. نمیشد به پاش نمیشد رسید، واقعا قوی بود. خدایش تو هم خوب بود یا لنگ. آره. اینجا باشی با اینکه خیلی سنت هم کم بود. آره من تو آیت... تو, نا... تو ببین تو بلد بودی، ببین تیپ هم میزدی میمایی تو مسابقه. قبول داری؟ مواتو، استایل تو، از کفش تو. اون موقع مو داشتم. آره همه چی. چی شد مواد یو؟ هست مواتوه. آن خود دوست داری تیغ بزنی؟ آره من مو دارم. مکروهه. من مو دارم و اینکه خودم دیگه عادت کردم دیگه خودم میزنم. اون موقع مثلا یه دوره مثلا تو نیکبخت مثلا علی انصاری اینا مثلا رو استایل موهاتون خیلی فوکوس میکردی. آره مودم من... بود واقعا. آره بعد دیگه از این سریال پریزن بریک. آره. فرار از زندان دیگه این برادرها بودن. آره. کچل بودن دیگه، از موقع کچلی مود شد. آره آره من اونم من با تیر... مشتاق ملکی هم کچل بود. آره مشتاق هم کچل بود، ولی خب من سر یه سریالی بودم مجبور شدم موهام با تیغ بزنم. بله دیدی اومد. دیدم چقدر اومد. آره
دیگه گفتم خب این استایل خیلی باحالیه دیگه. خیلی چه خرج تیپ و لباست میکردی هر قسمت توی مردان آهنی؟ تیمبرلن میپوشیدی واسه خودت؟ آره خب اونا من... بیچاره با کتونی متونی میمدن؟ نه بچه هم خب بعضشون خوب بود و ولی خب من مثلا اون موقع آره یادمه مثلا تیمبرلن پام بود یا مثلا دوست داشتم دیگه، دوست داشتم همیشه لباسام برند باشه. بابا پولدارم بودی دیگه. نه آقا نه واقعا بابا آقا آیدین خط از نه قدیمیای بازارن پدرش و اینا از با من پدر مادرم تاجر بودن و وضع مالیشون خوب بود. الحمدلله میدیدن تو رو ذوق میکردن. آره من بابام خدا بیامرز من هر دوشون پدر مادرم به رحمت خدا رفتن. سلامت باشید. من نمیدونم خدا رحمتشون. اینکه بابام هر جا میرفت یه تیکه از مثلا مجلهایی که مسابقه کرده بودم من همیشه دیجی به کتش بود، هر جور خانواده بودی پدر آیدین خطایی هم آره مثلا سری فروشگاه من رفتم خرید کنم گفتم بله آقا این پدرت مثلا دیروز اینجا بود خرید، گفتم ای بابای من اینجا بود آره هر جا میره میگه بالاخره من پدر ذوق میکردم دیگه. ولی خب من پدر و مادرم برام خیلی زحمت کشیدن، امیدوارم که روحشون شاد باشه و شاد باشه قربونت برم. آره خب بالاخره هم مادرم هم پدرم بالاخره مردم میدیدن میشناختن عکس میگرفتم بالاخره برای هر پدر مادری چون فامیلیت هم یه فامیلی خاصیه خیلی فامیل برند شد. آفرین خیلی ترند شد اسم آره. فامیل هم مثلا آیدین خطری بعد اون موقع مثلا اینستاگرام و سوشال مدیا و اینا نبود، چی جوری به تو میرسیدن؟ یعنی مثلا الان مثلا دایرکت میدن مثلا میتونن طرفو پیدا کنن، تو رو چی جوری پیدا میکنن؟ آقا شبکه‌های اجتماعی نبود. چرا دیگه اون موقع اول فیسبوک اومده بود دیگه. آه رو فیسبوک سری راه انداختی بابا راست خدایش جذاب بودی دیگه. ببین همین اون موقع همه فیسبوک داشتن دیگه. آره فیسبوک و پس عشق و حال نمی رفتی می رفتی رستوران پای فیسبوک یاهو 360 و آه در جوری بود کانکت می شد دیگه چه خبره. بعد از اون ویچت وایبر و اینا کم کم بعدش اومده. آره کم کم اومده ریکوست ها بالا. آره دیگه آره. آخه میدونی یه چیزات بگم، مردم ورزشکارا رو دوست دارن. بله. مثلا بگم ورزشکارای رشته مردان یعنی قوی ترین مردان دیگه آدمایی بودن با یه سری فاکتورای خاص منحصر به فرد. منحصر به فرد. اینکه امکان داره هر فوتبالیستی تو خیابون برابر مردم نشناسنشون. درست. ولی یه ورزشکار قوی ترین مردان یه جا میره به خاطر ابعادی که داره مشخصه. بله. میدین اصلا من خب خیلی سال از اون ورزش میگذره ولی باز هر جا میرم مردم هنوز حضور ذهن دارن. آفرین. تو اعضای بدنت کدومش منحصر به فرد تر بود؟ من کول و بازوام. آره ماشاءالله. آره یعنی دستام خیلی قوی بود دیگه، من آیتمایی که تو دست باید استفاده میکردم هیچ وقت کم نمی آوردم، اگرم باختم به زورم نباختم، به کم تجربگیم باختم. آره بایدین نظر راجع به این بخشی آقا تو حالا توکل کردیم بخشیم توکل خدا دیگه. نزنی انشالله با امید خدا. بعد اگه نزنی چی؟ نزنی مهم نیست؟ نه اصلا؟ نه ناراحت نمیشی؟ نه شما اصلا کلن ناراحت میشین تو زندگی یا نمیشی؟ چرا نمیشیم آقا بالاخره آدمیم دیگه. پس تا حالا نرفتی صبح زود نون بخریم؟ صبح زود گهگداری شده. بله گهگداری. خب اون موقع گهگداری عکس العمل چی بوده؟ میخوام به این نچه برسم که عصبانی هم میشی. سخت آقا صبح زود داری نون بخریم. مطمئنا یه حرفی هم زدی دیگه. آره خوره. نه آقا چیزی نمیگی.